امروز یک شنبه 28 اسد سال 1397 هجری خورشیدی برابر با 19 آگوست سال 2018 میلادی است. من سلیم مقیمی هستم. خبرها را با هشدار والی هرات به مخالفان مسلح دولت آغاز می‌کنیم. جاسوسان کشورهای منطقه در برابر نیروهای امنیتی کشور می‌جنگند. والی هرات در مراسم گرامیداشت از 99مین سال روز کسب استقلال کشور تاکید دارد جنگ افغانستان یک نبرد منطقه‌ای است و برخی کشورها به گونه علنی از عروس افکنان پشتیبانی می‌کنند. از سوی هم فرمانده نیروهای ارتش در کشور می‌گوید نظامیان افغانستان با پشتیبانی مردم پیروز میدان‌های نبرد هستند. نیروهای کماندوی ارتش نیز هشدار می‌دهند آنان با همه توان در برابر عروس افکنان خارجی خواهند ایستاد. همکار حسین نیکخواه گزارش می‌دهد. مراسم گرامی داشت از 99مین سال روز کسب استقلال کشور. مقام های محلی و مسئولان ارشد نظامی هرات و زون غرب کشور برای اشتراک در این مراسم در فرماندهی 207 ارتش گرد آمدند. والی هرات در اینجا از نبرد نظامیان کشور با جاسوسان کشورهای خارجی سخن میزند و جنگ افغانستان را یک نبرد منطقه‌ای میداند. به صدها تن از این جواسیس بیگانه به شمول اتباع کشورهای بیگانه به دیار عدم فرستاده شدند. با وجودی که ما سربازان خود شهید دادیم بر دفاع از وطن، اما ده برابرش دشمنان از وطن صدمه دیدند. از سوی هم فرمانده نیروهای ارتش در غرب کشور تاکید دارد نظامیان افغانستان در نبرد با عروس افغانان و پشتیبانهای خارجی آنها دست بالا را دارند و عروس افغانان را در میدانهای نبرد نابود می کنند. شما شاید عملیاتی ما در هرات، در فرا، در غور و بادغیس هستین که همیشه نادای امنیتی شما در زور غرب با یک همانگی خاص یا عملیاتی را انجام میتن. ما برای شما اطمینان میتونم و قبلا هم برای شما طریق امی تریبون شما برای شما اطمینان دادم که ما حاضر هستیم به هر نوع وظیفه در مقابل دشمنان مردم افغانستان. قرآن که کتاب خداست در بین بگذارین، آنچه که این قرآن به ما حکم کرد به او عمل کنیم و از این وضعیت وطن نجات بدیم که یک روز پشیمان نشین، یک روز پشیمان نشین که نسل انسان‌ها و نسل افغان‌ها و نسل مسلمان‌ها خدای نخواسته از بین برود. در این میان نیروهای کماندوی ارتش ملی در غرب کشور هشدار می‌دهند آنان در میدان‌های نبرد جواب دندان شکن به عروس افغانان می‌دهند و جاسوسان کشورهای خارجی را نابود می‌کنند. قوت و بازوش هم بیاید، ما انشاءالله در مقابل از ایستادگی داریم و هستیم. تا یک قطره خون ما است ما در مقابل از او هستیم. تا یک نفر ما زنده است این وطن را به تسلیم دادن نیستیم و نخواهد بودیم. کسایی که در افغانستان دخالت دارن میکنن که ما حتی قطره قطره خون خود در این را استفاده میکنیم و نمیگذاریم که بیگانه ها و دشمنان و این خاک به کشور ما تجاوز کنن و دست درازی کنن. بر بنیاد گفته های مسئولان ارشد امنیتی کشور در نبرد غزنی و حمله طالبان بر این شهر، افزون بر نظامیان پاکستانی شماری از جاسوسان این کشور نیز حضور داشته و از هراس افغانان در نبرد با نیروهای امنیتی افغانستان پشتیبانی کرده اند.